مرحوم آقا نقل میکردند که فرمودند که یه شب، چون اون وقت بدونید که زمان برق و اینا اینقدر زیاد نبود و ملاک هم غروب بود و دیگه یک ساعت از غروب میگذشت، دو ساعت دیگه همه میرفتن تو منزل و کوچه هم برق اینقدر چیزی نداشت. فرمودن که یه شب یه دو سه ساعت که از شب گذشته بود، همون تکیه یزدیا دیدم که در میزنن، رفتم دیدم مرحوم حاج احمده. بعد گفتش که مرحوم آقا شما رو خواسته، حالا زمان حیات آقای بورجردی شما رو خواستم. آقا فرمودن خب من رفتم خدمت ایشون و بعد یه قضیه‌ای بود راجع به مسجد اعظم که همین قسمتی که قبر آقا بود اینجا باز بود به حرم. اعوان تولیت سابق یعنی ابوالفضل تولیت خیلی هم خودش اون وقت اختیاراتی نداشت که کاری انجام بده تا اینا، این اطرافیاش و اینا خیلی خوب پول میگرفتن میوردن، شبا مرده خاک میکردن، حتی نزدیکار قیمت مرده رو حتی تو حرم خاک میکردن، کارهای عجیب غریب میکردن. بعد گفتن که خلاصه یک مرده آوردن و توی همین قسمت مسجد اون طرفی که قبر آقا هست و اینا اینجا دفن کردن، حالا من چیکار کنم؟ بعد آقا فرمودن که تا من اومدم حرف بزنم حاج احمد شروع کرد به صحبت کردن. آقا با تشربش فرمودن، مرحوم آقای بورجردی با تشربش فرمودن تو ساکت باش، من نظر ایشونو این وقت شب آوردم از نظر ایشون استفاده کنم، تو که اینجا هستی اگه بخوام ازت بپرسم. بعد دیگه آقا فرمودن اگر صلاح میدونید که اینجا رو دیوار بکشید و که از حرم مجزا بشه، تو یه پیشنهاداتی رو داده بودند که بعدم مرحوم آقا عمل کرده بودند. مرحوم آقای بورجردی این فرشای مسجد اعظم عرض کنم که مال مرحوم رشیدزاده است. رشیدزاده از مقلدین مرحوم آقا بود، بعد اون وقت اومده بود در زمان آقای بورجردی خدمت آقا و حساب کرده بود. آقا خب یه مبلغ خیلی زیادی شده، آقا فرموده من الان به این مبلغ احتیاج ندارم، بیایید بریم خدمت آقای بورجردی ببینیم که چه هست. بعد حالا یا به پیشنهاد خودش یا پیشنهاد مرحوم آقای بورجردی یا پیشنهاد آقا قرار شد فرشای مسجد اعظم رو یک جا آقا قبول کردن بابت سهم امام و فرشای مسجد اعظم همش عرض کنم که از چیز مرحوم آقا هست که از مقلدین مرحوم آقا آقای رشید زاده بود. و یه چیز جالبتری که هست و اینا، در زمانی که مرحوم آقا داشتن این مسجد رو می ساختن، مرحوم آقای بورجردی این مسجد رو می ساختن، حضرت والد یک زمینی داشتن در عرض کنم که گوگد گلپایگان و اون زمین رو فروخته بودن به 5000 تومان و این مبلغ رو آورده بودن داده بودن خدمت آقای بورجردی، فرموده بودن که برای مسجد من هم میخوام در مسجد شریک باشم. از مسجد فرمودید افرادی که تو مسجد مسئولیت داشتن کارهای کردن تو اون دوره؟ من اون مقداری که یادم میاد مرحوم صاحب جمعی بود اولیش، حالا بقیهش که چیز نیست، که بعد صاحب جمعی هم به عنوان بیمارستان آقا عرض کنم که مسئولیت اونجا رو گرفت. بعدم مرحوم آقای دانش بود عرض کنم که نه حاجب آمزمم ابوالقاسم نه، ولی آدم مدیری بود که هم به حساب مقسم مرحوم آقای حکیم بود در اون زمان، چون آقای حکیم اون وقت سیطره جنبه های مرجعیتش خب وسیع بود و بعد از سال 40 به بعد. و بعد هم عرض کنم که مسئولیت کتابخونه اینجا و مسجد اعظم رو داشت و هم عرض کنم که چیز رو داشت عرض کنم بیمارستان آقا رو.